وقت شما بینندگان عزیز به خیر. در این بخش از برنامه همراه هستیم با همکارم احسان رحمانی و گزارشی که از فضای مجازی برای برنامه آماده کرده. احسان سلام. سلام ما میشنویم گزارش شما. وقتتون بخیر و خسته نباشید. اگه اجازه بدید گزارشی داریم از شبکه‌های اجتماعی. وضعیت محافظان خامنه‌ای در دیدار با بالاترین فرماندهانش در واقع سوژه کاربران شبکه اجتماعی شد. معمولا اینطور هستش که شخصیت‌های سیاسی وقتی در معرض خودی‌ترین‌ها قرار می‌گیرند، محافظان دیگه یک مقدار با فاصله می‌ایستند. اما ظاهراً محافظان خامنه‌ای حتی وقتی که او با بالاترین فرماندهان سپاه و ارتش هم دیدار می‌کنه، همچنان در هراس هستند. موضوعی که از چشم کاربران شبکه اجتماعی پنهان نموند. با هم ببینیم. یکی از پربازی ترین کلیپ ها در شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت کلیپی بود که هموطنانمون در واقع یکی از مأموران سرکوبگر گشت ارشاد رو بعد از اینکه به یک خانومی پیله کرده بود ادب کردند. با هم ویدیو رو ببینیم و سپس نکاتی رو که در این رابطه مطرح شده. کاربران در شبکه‌های اجتماعی در کامنت‌های متعدد نوشتند که این تنها راهیه که میشه گشت‌های ارشاد رو متوقف کرد، چون راهکارهای دیگه مثل راهپیمایی سکوت حتی بدون حجاب تنها بازار آخوندها رو داغ‌تر می‌کنه. و اما کمک‌های هموطنان به کودکان خیابانی، به مردم فقیر، به سیل زده، راه رسمی که این روزها در ایران وجود داره و فیلم اون رو هم در شبکه‌های اجتماعی معمولا منتشر می‌کنن تا دیگران رو تشویق به این کار کنن. در وضعیت نابسامانی که آخوندها برای مملکتمون درست کردند، هموطنانمون تلاش می‌کنن به هم دیگه کمک کنن. یکی از فیلم‌های پربازدید در شبکه‌های اجتماعی کمک یک ساز فروش، یک مغازه فروش ساز هست به یک کودک کار خیابانی و نوازنده. با هم ببینیم. خسته نباشی، کار امروزته؟ چون کار کردی؟ خسته نباشی؟ با باند میزنی چی کار میکنی؟ مادری فکرم کلا میشونم با مزاحمت اینجا میزن عزیزه. همین دوباره میشونم. همت گرم، این برای شما. برو حالش رو ببر. چاره این پولا مال توه، اون هدیه من رو تو اومدی بخری، دمت گرم که اومدی بخری و من ازت پول نمیگیرم. از شما 1200 تومان پولته. بله، صحنه های تکان دهنده ای هست. همواره کودکان خیابانی قلب انسان رو تکون میدن به امید روزی که دیگه هرگز شاهد چنین صحنه هایی در ایران فردا نباشیم. و اما خشم یک راننده شریف، همه میدونیم که رانندگی یکی از سخت ترین مشاغل هستش. در واقع راننده ها روزها در جاده به دور از خانه و در مقابل شرایط نامتعین قرار دارند. ویدیویی رو خواهیم دید از خشم یک راننده شریف در رابطه با مشکلاتی که وجود داره و قیمت‌های سرسام‌آور لوازم ماشین که به قول خودش به دلار بالا میره. با هم ببینیم. لعنت به ریژیم، لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به هر چی آخونده. من راننده ماشین سنگینم،
یه جو پلاستیک میشلن شده سر دهن میلیون. روغم 40% افزایش پیدا کرده. وسایل مصرفی ماشین به دلار داره میره بالا. زندگی همه رو تباه کردن. دیگه واقعا از پس مخارجوار خودمونم به نمیام. شالله که نسلشون امسال ریشه کن بشه. خبرنگار سیمای آزادی. درود بر این راننده شریف و همه هموطنان شریفمون که این گونه در واقع امیدوار هستند به آمدن فردا و ریشه‌کن شدن نسل آخوندها. و اما یک ویدیو بسیار عجیب ولی واقعی، مدیریت بحران به سبک آخوندها، ظاهرا برای کمک به سیل زدگان رفتند، اما نحوه جمع‌آوری آب در توسط عوامل حکومت موضوعی هستش که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده. با هم ببینیم. خب آخرین ویدیو از شبکه‌های اجتماعی که در هفته گذشته بسیار پرتکرار بود، ویدیو کتک خوردن مدیر عامل شرکت کرمان هست به دست مردم که به زور او رو از روی صندلی بلند کردند و از شرکت بیرون انداختن. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن این تنها راهیه که میشه مسئولین و کارگزاران این حکومت رو از کرسی پایین کشید. با هم ببینیم به عنوان آخرین ویدیو وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی. چی شده آقا؟ چی شده؟ میزنن آقا، چی زده؟ چی زده شما را؟ آقا دست نزن آقا! آقا با دیارت رو بست کن! نمیخوام! آقا با دیارت رو بست کن! آقا با دیارت رو بست کن! یک خیلی بلش کن! بلش کن! آقا! آقایی دادم سامانده رو میزنم! خب مهران، این بود گزارش ما از شبکه‌های اجتماعی. بله، خیلی متشکرم احسان از این گزارش که طیف خبرهای مختلفی رو در بر می‌گرفت، هم عشق بود و هم لبخند، که البته این به نوعی بیانگر وضعیت این روزهای میهن ما هم هست. متشکرم از شما و گزارشت. ممنون و خدا نگهدار. خدا نگهدار.